حکمت 101 می‌فرماید که لا یستقیم و قضاء الحوائج الا بثلاث، به استسقارها لتعظم و به استکتامها لتظهر و به تعجیلها لتهنو. ادا کردن حوائج مردم و پرداختن و عمل کردن به آنچه که مردم از انسان میخواد، این استوار نخواهد شد، مطلوب نخواهد بود مگر با سه تا شرط. در صورتی قضای حوائج درست انجام شده که انسان میتونه که خیالش راحت باشه که حاجت دیگران رو خوب انجام داده، که این سه تا شرط وجود داشته باشه. در فرمایش دیگر از خود حضرت داریم که فرمودن حاجت مردم به شما از نعمتهای خداست، از این نعمتها خسته نشید که خدا این نعمت از شما میگیره به دیگران میده، این نعمت خدا از شما میگیره به دیگران میده. حالا اینجا بفرماید که روا کردن حاجت دیگران در صورتی استوار میشه، مستقیم میشه و پابرجاست که سه تا شرط داشته باشه، سه چیز رو انسان مراعات بکنه. یک، اونو کوچک بشموره، بزرگ نبینه. حالا مثلا فرض کنید کسی اومده از شما وام میخواد، خدا به شما سرمایه داده، مال خداست دیگه، این وام رو بهش میدید، بزرگ نبینید، نگید این میخواست بره بانک مثلا فرض کن نصف این وامو بگیره باید 8 تا ضامن پیدا میکردن باید چنین، نه کوچیک ببینید، بگید مال خدا بود، مدت دست من بود، حالا من چیکار کردم؟ دادم بنده خدا، من تحویلدار بانک بودم، یه نفر پول آورد اینجا گذاشت برای یه نفر دیگه، حالا ما داریم به صاحبش میدیم، تمام شد. کوچیک ببینه انسان حاجت رو، تا اینکه خود اون که ما انجام دادیم از طرف خدا بزرگ بشه، یا اینکه اون انعکاسش در کل نظام آفرینش بزرگ بشه، باز اونم دست خداست. پس ما این حاجتی که روا میکنیم رو کوچک ببینیم، اگه بناس بزرگ بشه خودش بزرگ بشه، نه از طرف ما، خود به خودم بزرگ خواهد شد. این نکته هم توش هست، خود به خود بزرگ خواهد شد اگر ما انجام دادن حاجت بندگان خدا رو کوچک ببینیم، خود خدا اینو بزرگ خواهد کرد. جملات زیادی ما در این رابطه داریم، در دعای کمیل، در جاهای دیگه، کم من ثناء جمیل لست اهلا له نشرت، خود خدا کارش همینه، کوچکارش کار میکنه، بزرگ میکنه اگه برای خدا باشه. پس نکته اول این شد که ما این حاجت دیگران رو که به ما دارن کوچک ببینیم، مهم جلوه نکنیم پیش ما که اون وقت برامون سخت باشه یا یه وقت بخواد حالت منتی به خودمون بگیریم و چیزی از این قبیل. این یک. و دو، و به استکتامها لتظهر، ما تا میتونیم اینو پنهانش کنیم، مکتومش بداریم تا اینکه خدا اون آشکارش کنه، یا از راه دیگه خود طرف بره و با اینکه خودش علی القاعده باید اینو مخفی میکرد، حاجتی داشته، حاجتش برآورده شده، علی القاعده نباید آشکار میکرد، ولی خودش میاد زبان به اعتراف باز میکنه و میگه که من حاجتی داشتم و فلانی حاجت منو داد و اظهار هم نکرد، آشکارم نکرد. پس دو، ما اون حاجتی که دیگران به ما دارن رو پنهان کنیم. در بعضی از روایات داریم که وقتی انفاق میکنید طوری باشه که دست راست که انفاق میکنه دست چپ متوجه نشه، طوری انفاق کنید که با دست راست انفاق میکنید دست چپ متوجه نشه شما انفاق کردید. پس پنهان کنه انسان این قضای حاجت رو تا اینکه خود به خود آشکار بشه. و اینجا نکته دیگه هم که باز تو فرمایش حضرت هست اینه که آشکار خواهد شد،
این لتظهره، این نکته لطیف رو هم که داره که شما پنهان کنید آشکار خواهد شد. اگه هم در دنیا آشکار نشد چیه؟ یوم تبل از سرائر چی میشه؟ که اونجا جای آشکار شدن هست. این مناجات شعبانیه جمله جالبی داره، می خدایا تو در دنیا منو رسوا نکردی، در اون روزی که همه، اگه بخواست چیزی رسوا بشه برای همه بشریت رسوا میشه، هرگز این کارو نخواهی کرد، یا نکن این کارو. خب این هم نکته دوم. و نکته سوم میفرماید که بله عیب نداره، مشکل نداره، بله درسته. و جمله سوم این که و به تعجیل حال تهنوه، در ادای حاجت و در دادن حاجت ما تعجیل کنیم تا براش گوارا بشه. اگه بخوایم سرش بگردونیم و نمیدونم حالا برو فردا بیا، فردا برو پس فردا بیا، وقت این حاجت دادن خیلی براش گوارا نخواهد بود. اگه فورا حاجت رو دادیم براش خیلی گوارا خواهد شد. پس این رو درش سرعت ببخشیم در دادن حاجت تا گوارا بشه، هم برای اون کسی که به ما حاجت داره، هم برای خودمون، هم در مجموع نظام آفرینش این کار گوارا خواهد شد. و اینو ما در سیره ائمه علیهم السلام فراوان میبینیم که این کار اینجوری عمل میکردن.